یکی از دیدارهایی که در این سفر کوتاه، سفری که بیشتر جنبه دید و بازدید و خوشگذرانی داشت تا جنبه سخنرانی و کارهای از این دست، در یکی از دیدارها در یک مهمانی که از من دعوت شده بود، یک همیهنی که به تازگی از ایران آمده میگفت که، و خب خیلی هم دوستدار برنامه های یک کلمه و برگی از تاریخ است، میگفت آقای امینی، این پدیده مخوف داعش دست کم این رو به ما نشان داده که با همه حرفایی که شما میزنید، یعنی بنده میزنم، در مورد نیاز به رفرم در فقه اسلامی، دست کم ما در ایران با این پدیده روبرو نیستیم و به نظر می آید دیدگاه ایشان بود که این آخوندهای ما از این آخوندهای داعشی تا حدودی مداراجوتر هستند و اندیشه اونها با اندیشه داعشی ها، با اندیشه این خلافت اسلامی متفاوت است و این رو به عنوان نکته مثبتی قلمدار می کرد. به ایشان گفتم که به این برنامه امروز من حتما نگاه کنند، در این فرصتی که در اروپا هستند حتما بروند و در آرشیو تلویزیون، چون متاسفانه از راه ماهواره این برنامه زنده در اروپا پخش میشه، آرشیو رو نگاه کنند و برنامه آدینه امروز رو ببینند و پاسخ من رو در این برنامه دریافت کنند. البته نکاتی هم خدمت ایشان گفتم. این برداشتی است که در میان برخی از هم‌میهنان وجود داره که این داعشی های آدمخوار و خونریز و سربرنده با این پدیده‌ای که بر کشور ما چیره شده متفاوت هستند. من هم میپذیرم که از نقطه نظر رفتاری کاری که در این یک سال گذشته داعشی ها کردند، میزان توحشی که نشان دادند، دست کم ما در ایران این میزان توحش رو ندیدیم. شاید هم این گونه بتوانم ارزیابی کنم که اگر در هنگامی که انقلاب اسلامی 38 سال پیش روی داد، 38 سال پیش اینترنت به صورتی که امروز وجود دارد وجود می داشت، اگر دسترسی به تصویرهای اینترنتی در دست می بود، کاری رو که آقای خلخالی و دیگر قاضیان شرع جمهوری اسلامی در گوش و کنار ایران انجام می دادند، اگر امکان فیلم برداری از اونها وجود می داشت، ما امروز این داوری رو نمی داشتیم که داعشی ها خیلی خونریزتر از پدیده‌ای که بر ایران در این 37-8 سال گذشته چیره شده هستند. من تردیدی ندارم که در میان کسانی که به زندگی اعلام جنگ می دهند، درجه های گوناگون توحش وجود داره، درجه های گوناگون خونریزی وجود داره. ما در این غرب با پدیده روبرو هستیم که حتما در ایران هم هست ولی چندان درباره صحبت نمی کنند. به اونها می گویند آدم کشان زنجیری، کسانی که گاه 40 نفر، 50 نفر، 20 نفر، 30 نفر رو در درازای یک کارزار جنایتکارانه که گاه 30 سال، 40 سال به درازا می کشه می کشند. می توان گفت که میان کسی که 9 نفر رو کشته و 40 نفر رو کشته یا نفر دیگری که 40 نفر رو کشته تفاوت هایی هست. یکی شاید زودتر گرفتار شده، فرصت پیدا نکرده، ولی در اندیشه، در رفتار، در کردار این دو نوع، این دو آدم هیچ تفاوتی نیست. دو نوع نیستن، یکی هستن. یکی 9 نفر رو به طور زنجیره‌ای کشته و دیگری 30 نفر رو، 37 نفر رو به اونها تجاوز کرده و کشته. بر روی جنایتکاران زنجیره‌ای هستند که در هر کجای جهان هم میتوان اونها رو یافت، ولی به ویژه به نظر میآید که ما در این ایالات متحده آمریکا یک نوع انحصار این آدم‌ها رو داریم. خیلی تعدادشون زیاد هست نسبتا، یا دست کم آگاهی‌هایی که می‌داریم درباره اونها چندان زیاد هست که گمان می‌کنیم بیشتر در این آمریکا اینها به وجود می‌آیند. بر روی پاسخ من به این همیهن گرامی و دیگر کسانی که میخواهند این باور رو بپذیرند یا این برداشت رو باور داشته باشند که هنگامی که من از نیاز به رفرماسیون دینی در ایران سخن میگویم، میزان نیاز این رفرم در ایران کمتر از سرزمین هایی است که وهابی ها و سلفی ها و داعشی ها بر اون چیره هستند، اجازه بدهید که
به جای پاسخ دادن نخست یک سخنی رو از یکی از شخصیت هایی که شاید باور نکنید چه کسی باشه برای شما بخوانم و سپس به کنه مسئله، به بنیاد مسئله بپردازم. ببینید این رهبر یا این روشن فکر مسلمان چه میگوید؟ متاسفانه یک عده از روشن فکران مسلمان که میخواهند اسلام را با روح و زبان امروز بیان کنند و به هر فکر و سلیقه‌ای که روح زمان ما میپسندد و مد میشود رو میکنند، پوزش میخوام. من اندکی صدام گرفته، سوغات دیگری که از این سفر آوردم سرماخوردگی بوده، این رو بر من ببخشید. باز از آغاز شروع میکنم. متاسفانه یک عده از روشنفکران مسلمان که میخواهند اسلام را با روح و زبان امروز بیان کنند و به هر فکر و سلیقه‌ای که روح زمان ما میپسندد و مد میشود رو میکنند، یعنی میخوان اسلام رو امروزی کنند، میخوان اسلام رو با مبانی دنیای یا ارزش‌های دنیای جدید همسو و همراه کنند، رفرم در اون ایجاد کنند یا دست کم امروزی ترش بکنند، مردم پسند ترش بکنند، درباره اونها حرف میزنه. مد میشود رو میکنند، امروز صلح جهانی، همزیستی مسالمت آمیز، اینا رو به عنوان پدیده های پلید ازش نام میبره. صلح جهانی، همزیستی مسالمت آمیز، عدم تعصب، آزادی و احترام به همه افکار و عقاید مد شده است. خب نگاه کنید، این البغدادی رهبر داعش نیست، این نظرات رهبر القاعده نیست، این نظرات یکی از شیخهای وهابی عربستان نیست، این دیدگاه یک به اصطلاح روشن فکر مسلمان ایرانی است. میگوید امروز صلح جهانی، همزیستی مسالمت آمیز، عدم تعصب، آزادی و احترام به همه افکار و عقاید مد شده است. یعنی اینها چیزهای بدی است. آزادی عقاید، احترام به همه افکار و دیدگاه ها و عدم تعصب از همه اینا مهمتر مد شده. آن وقت روشن فکران مسلمان ما و یا مسلمانان تازه روشن فکر ما هم خود را برای لیبرالیست ها و دموکرات ها و اومانیست ها لوس می کنند که اسلام از سلم است، از واژه عربی سلم است، از ریشه سلم آمده، اینجوری در واقع می گوید. لوس می کنند که اسلام از سلم است. امروز هم نگاه کنید در این رسانه های جهانی، رسانه ها در هر کشوری، هنگامی که این رویدادهای تروریستی رو مردم می بینند، بسیاری از نظریه پردازان مسلمان و حتی غیر مسلمان می آیند در این رسانه ها و می گویند این گونه نیست که همه اسلام خواستار جنگ است. اسلام از سلم آمده، سلم یعنی صلح، و بنابراین باید به صلح، جنبه صلح‌آمیز اسلامی نگاه کرد. این رو نخوانده بودند. میگویند که خودشان روس میکنند که اسلام از سلم است و سلم یعنی صلح، و صلح هم یعنی همزیستی مسالمت آمیز و سازشکارانه میان طبقات و مذاهب و افکار و عقاید. عجبا. خب اینجا شما از این به بعد میبینید که ما عنصر اندیشه‌ای داعشی و رفتاری که در این 37 سال حکومت دینی در ایران به آن دست زده رو در این سخنان این روشنفکر درس خوانده سوربن میبینیم، پاریس میبینیم. اسلام صلح نیست، اسلام جنگ است. تکرار میکنم، اسلام صلح نیست، اسلام جنگ است. نباید از اتهام کشیش ها و استعمارگران و شبه روشن فکران و کاردستی آنها ترسید و جا زد. با بزک کردن و امروزی وانمود کردن اسلام کاری از پیش نمی رود. حقیقت را باید آنچنان که هست شناخت، نه آنچنان که می پسندد. جهاد را نباید دفاع توجیه کرد، دفاع احکام دیگری دارد و جهاد احکام دیگری. اسلام جنگ حق و باطل است، از آدم تا انتهای تاریخ، آخر الزمان است. اسلام جنگ حق و باطل است، از آدم تا انتهای تاریخ آخر الزمان است.
یا تاریخ تو پرانتز آخر زمان. ازوید آخر زمان رو نخونم ببینید چی میگه. میگه اسلام جنگ حق و باطل است، از آدم، از حضرت آدم تا انتهای تاریخ است. این نکته نخست آموزنده و تأمل آور است که از میان اصحاب پیغمبر اسلام حتی یک تن را نمیشناسیم. باور کنید آنچه که امروز این بخش دارم برای شما میخوانم اولین خطبه است که البغدادی خودش رو به دنیا معرفی کرد. یعنی مانند این که این کسی که این سخنان رو 50 سال پیش بر کاغذ نهاده اصلا در قامت بغدادی در اون زمان ظاهر شده بوده، البغدادی که رهبر داعش است. این همین قسمت رو در واقع اشاره میکرد در مورد پیامبر اسلام. این نکته نخست آموزنده و تأمل آور است که از میان اصحاب پیغمبر اسلام حتی یک تن را نمیشناسیم که مجاهد مسلح و پیکارجوی واقعی و عملی نباشد. هر مسلمان به خودی خود در زندگی، نه در حالات و حوادث استثنایی، یک پارتیزان مسلح است. بذارید تکرار کنم. هر مسلمان، این برای کسانی است که میگویند ما در ایران روش و رفتار دیگری رو در مورد اسلام داشتیم. همین روشنفکران دینی که امروز میگویند که عناصر محدودی شاید به سرقت بردن انقلاب اسلامی رو، بنا بود انقلاب اسلامی انقلاب رحمت و صلح و مسالمت و دوستی باشه، ایشان میگوید پیش از انقلاب 57، ایشون یکی از نظریه پردازان ایدئولوژی انقلاب اسلامی هستند. خواهم گفت چه کسی؟ شاید هم تا این لحظه شما گمانه زده باشید چه کسی ازش دارم این مطلب رو میخوانم. میگوید که هر فرد مسلمان یک پارتیزان مسلحه. همین انتحاری ها، همین هایی که میآیند به خودشون یک جلیقه انفجاری میبندند، همه اینها پارتیزان هست. هر مسلمانی یک پارتیزان است. دوباره میخوانم. هر مسلمان به خودی خود در زندگی، نه در حالات و حوادث استثنایی، یک پارتیزان مسلح است. یعنی این نیست که اگر به کشور شما حمله کردن، به شهر شما حمله کردن، شما دست به سلاح میبرید، پارتیزان مسلح میشوید، شرایط استثنایی، نه. در تمام دوران زندگی شما یک پارتیزان مسلح هستید، به عنوان مسلمان. اسلام تنها مذهبی است که فقط به موعظه و پند و اندرز نمیپردازد، بلکه خود را برای تحقق کلمه شمشیر هم میکشد. و شاه بیت اینجاست: اگر بخواهند از پیغمبر اسلام مجسمه‌ای بریزند، باید در یک دستش کتاب یا قرآن باشد و در دست دیگرش شمشیر. یک دست میگوید این کتاب رو قبول کن، دست دیگرش هم با شمشیر، اگر نپذیرید گردن شما رو میزنه. حالا امروز به جای شمشیر باید کلاشینکوف مسلسل و توپخانه رو نشان، تانک و وانت هایی که بر اون مسلسل نهاد. این مطلب رو اگر ما امروز به عربی ترجمه کنیم، میتواند در تارنمای یا یکی از تارنماهای داعشی چاپ بشود. این فرمایشات از آقای شریعتی است، مردی که یک زمانی همه فکر میکردن سمبول یک روشن فکر مسلمان است. آقای شریعتی است که از نظریه پردازان نسل جوان دوران انقلاب بود. اگر شما به جریان انقلاب 57 نگاه کنید، چند جریان به هم پیوستند. یکی اندیشه های آقای شریعتی بود، دیگری اندیشه های بازمانده از نواب صفوی و فدایان اسلام، و دیگر اندیشه هایی که از چپ جهانی، از چپ آسیایی ایران رسیده بود و خیلی با اینها نزدیک بود. ایشان میگویند کار یک مسلمان این است که تا پایان زندگی جهاد بکند. اصلا اسلام یعنی جهاد. اگر پیکره‌ای یا مجسمه‌ای از
پیامبر اسلام می ساختند، تندیسی از او می ساختند، در این تندیس یک دست قرآن داشت و دست دیگر شمشیر. هیچ صلحی سلمی در اسلام نیست. اسلام از سلم نیامده. اسلام یعنی جهاد. بعد ما میگوییم که چرا من میگویم یا کسانی میگویند که چرا من میگویم تفاوت بنیادی میان خلافت و ولایت وجود نداره. یکی صورت شیعی آن است و دیگری صورت وهابی سنی تندرو. هستند در میان شیعیان جهان، حتی فقیهان شیعی مانند آیت الله سیستانی، که این ولایت رو به این صورت نمیپسندند، و هستند در میان فقیهان اهل سنت که کار داعشی ها و فقیهان وهابی سلفی رو نمیپسندند و اونها رو رد میکنند. جای گفتگو نیست که بیشتر دنیای اسلام امروز هوادار رفتار جمهوری اسلامی و داعش نیست. بیشتر مسلمانان دنیا از این نوع رفتار بیزار هستند. اما اندیشه چیره در دنیای اسلامی فعال امروز که به جهان شناخته شده، یکی رفتار 37-38 ساله جمهوری اسلامی است و دیگری داعش. اسلام رو با این ابزار دنیا میشناسه. ما اینک در نخستین روز سال 2016 میلادی قرار داریم. سالی که گذشت اگر شما نیک بنگرید، دو برجسته ترین رویدادی که به ما زندگی ما ایرانیان پیمان پیدا می کند، یکی برخواستن داعش بود در همسایگی ما و درگیر شدن ایران در این جنگ مذهبی، و دیگری معاهده‌ای بود یا پیمانی بود یا نیمچه پیمانی بود یا برجامی بود که میان ایران و کشورهای غربی بر سر مسئله هسته‌ای به امضا رسید. و چند روز پیش کشتی حامل آنچه که ایران تعهد داده بود که از غنی‌سازی بکاهد ایران رو ترک کرد، یعنی ایران پذیرفت این رو. حالا نگاه کنید در این 37 سال که از انقلاب 57 می‌گذرد و اینک در آستانه 38مین سالمون هستیم و یکی دو سالی که از آغاز جریان داعشی، یک سالی که از آغاز جریان داعشی می‌گذرد و 10 سالی که یا 10-15 سالی که از القاعده و جریان‌های تندرو مذهبی که بیشتر به ارزش‌های دینی اهل سنت وفادار هستند می‌گذرد، چهره‌ای که از اسلام در جهان معرفی شده و چهره‌ای که اسلام رو در واقع نمایندگی می‌کنه در جهان، این رویداد هاست. این سخن آقای شریعتی است. آقای شریعتی یک روشنفکر درس خوانده در فرانسه که همواره با کروات هم ظاهر می شد و رفته بود درس جامعه شناسی و حقوق خوانده بود در فرانسه. در فرانسه مانند پایه‌گذار اخوان المسلمین که در ایالات متحده آمریکا درس خوانده بود. ببینید چه می گوید. میگوید اسلام دین جنگ است، دین جهاد است. چگونه میتوان خورده گرفت بر اینکه کسانی مانند البغدادی آمدند و بدعت در اسلام ایجاد کردند؟ خلخالی یک حادثه بوده، یک بدعت بوده، یک کنارگیری از دین بوده. خیر، آقای شریعتی درس خوانده اروپایی رفته، اصلا اروپا نشین، زندگی میکرد در اروپا، بیشتر زندگی خودش رو در دوران بلوغ در اروپا گذران، یا بخش زیادی از زندگی خودش رو در اروپا گذران، در دوران درس خواندن و بر روی آموزش دیدن. ایشان میگوید کاری که امروز داعش انجام میدهد، یا کاری که آقای خلخالی انجام میدادند، یا کاری که آقای خمینی گفتند باید با مردم کرد و کشت مخالفان رو و حتی زندانیان سیاسی رو که حکم گرفته بودن اونها رو در زندان، نزدیک به 7000 نفر از اونها در یا چندین هزار نفر، حالا شمارش هیچگاه روشن نشده برای که ما هنوز اسناد همه اونها رو در دست نداریم، دستور داد همه اونها رو بکشن. آقای خمینی که فتوا داده بود هر کس از دین برگردد، هر کس به پیامبر توهین بکند واجب القتل است، حتی اگر توبه بکند. خب این حرفای آقای شریعتی است. از این روز که من میگویم ما به یک دگرگونی بنیادی
ارزشی در میان مسلمانان نیاز داریم. این هم کار من نیست، کار من نقد به این ارزش هاست. این کار بزرگان و فقیهان دین است که به خود بیایند، چون اگر به خود نیایند دین خودشون رو، یعنی ساختار دینی خودشون رو از دست خواهند داد. بحرانی که امروز در دنیای اسلام به وجود آمده بر مجموعه جامعه اسلامی تأثیر خواهد گذاشت. نگاه کنید امروز به ایران، کسانی که رهبران جمهوری اسلامی هستند بنگرند به شرایط کنونی ایران، تا چند اندازه در میان جوانان به دلیل رفتار جمهوری اسلامی نفرت و بیزاری از دین به وجود آمده، گریز از دین به وجود آمده. خب شاید شما بگویید برای آدمی مانند من که پایبندی به دین ندارد و اصولا نگاه متفاوتی به این مسائل دارد، شاید من با شادمانی باید از این مسئله یاد کنم. خیر، من به سلامت جامعه نگاه میکنم، جامعه که در اون بیشتر مردم مسلمان هستند، حالا به درستی یا نادرستی، حالا شیعی هستند به درستی یا نادرستی، به هر روی به ضرب شمشیری که آقای شریعتی صحبت میکنه نخست مسلمان شدن و سپس شیعی شدن. این جامعه نیاز به دگرگونی دارد، این جامعه نیاز به این دارد که به خود بیاید و بیاندیشد که باید یک رفرماسیون بنیادی در ساختار فکری بزرگان دین کرد. از این نوع ارزش‌های واپسمانده، جنگجویانه، آدمکشانه باید فرار کرد. شما نگاه کنید امروز در میان روشنفکران مسلمان، روشنفکران دینی که برخی از اونها دوستان من هستند، هنوز آقای شریعتی رو به عنوان آغاز فضیلت، آغاز ارزش‌های نو ازش یاد میکنن. آقای شریعتی که چنین سخنانی میگوید، میگوید اسلام دین صلح نیست، اسلام دین جنگ است و جنگ برای گسترش اسلام از ضروریات هست. میگوید که کنار آمدن با مخالفان ضد اسلامی است. میگوید عدم تعصب داشتن یک کاری است که آدم‌هایی که می‌خواهند خودشون رو در برابر غربی‌ها لوس کنند رواج دادن. ما باید تعصب داشته باشیم. میگوید احترام به افکار و عقاید که مد شده نادرست است. ما به جز اسلام، آن هم این اسلام، به هیچ چیز نباید احترام بگذاریم. خب این چه تفاوتی با رفتار داعشی دارد؟ داعش در دنیای اینترنتی اندیشه آقای شریعتی و اندیشه آقای البغدادی و صدها تن دیگر مانند اینها رو، یکی رخت مدرن درس خوانده فرانسه پوشیده و دیگری عبا و عمامه بر سر، عبا بر دوش و عمامه بر سر، این اندیشه ها رو رواج میدهند که مسلمانان باید یک پارتیزان مسلح باشند، بجنگند، بکشند، خودشون رو خودکشی کنند، خودشون رو بکشند برای گسترش دین. هیچ چیز دیگر هم در میان نیست. بقیه ارزش های لیبرالیستی است. جز گسترش اسلام همه چیز نادرست است. یک جنگ تاریخی در دنیا وجود دارد و این حرفای لیبرالیستی حرفای کشیشان است، این حرفای عوامل استعمار است که میگویند باید با هم کنار بیاییم، مداراجو باشیم. مگر این آقای شریعتی به تاریخ دین هم نگاه بکنند، میگویند این بزرگان اسلامی که از مدارا صحبت میکردند، این فیلسوفان اسلامی که از مدارا سخن میگفتند، اینها هم شاید بهتر میبود که با جهاد از بین میرفتند، کشته میشدند، چون اینها دشمن اسلام هستند، طبیعتا دشمن حکومت دینی هستند. هفته پیش یا دو هفته پیش من برای شما خواندم عبارتهایی رو که میگویند چرا باید از دین برگشته رو کشت. امروز ریشه این رو در اندیشه های به اصطلاح مدرن و روشنفکری آقای شریعتی میبینیم. چه تفاوتی میان این هاست؟ ما با یک جاروکشی اساسی، با یک پالایش اساسی در دنیای اسلامی روبرو هستیم، یعنی به نیازمون، با نیازمون روبرو هستیم. متاسفانه آغاز نشده و تا آغاز نشود این اندیشه ها در میان روشنفکران مسلمان و رهبران دینی در ایران چیره خواهد بود. البته نه با این زبان ظاهرا مدرن و درس خوانده و فرانسه رفته، بلکه با زبان تندتر و یا زبان آقای البغدادی و
سربریدن در مقابل دوربین های تلویزیون. دنیای اسلامی اگر به خود نیاید و دست به یک رفرماسیون بنیادی نزند، چهره‌ای که به جهان ارائه داده پای بر جا خواهند ماند و راهی دنیای پیشرفته برای درگیری خصمانه با اون نخواهد داشت، راهی جز این نخواهد داشت. امروز این بیم و هراسی که در دنیا در این آستانه سال نو در هر گوش و کناری وجود می داشت که در کجا این آدم کشان می آیند و با منفجر کردن خودشان مردم رو هم از بین می برند، به یک جریان واقعی در دنیا تبدیل شده و در خود کشور ما، در همه جا، در گوش و کنار. جالب اینجاست که بیشتر این آدم کشان کسانی رو که می کشند از میان مسلمانان است، چون آقای شریعتی هم گفته پارتیزان مسلح همیشگی باید بود، همه جا باید جنگید. اسلام جنگ میان حق و باطل است. حق یعنی اسلام، باطل هم یعنی همه چیز غیر اسلامی. هیچ تفاوتی بنابراین این رفتار با رفتار داعش ندارد. ما به یک دگرگونی بنیادی در تفکر اسلامی در جهان نیاز مده. به انسانهای شجاع مسلمانی نیاز داریم که بیایند و بگویند در دنیای نو این اندیشه ها اندیشه های مرتجعانه، واپسگرانه و خطرناک است. بیایند و دگرگونی هایی در فقه اسلامی، ارزش های اسلامی ایجاد کنند و همون گونی که آن کشیشان مسیحی که زمانی در دوران انکیزاسیون آدم می کشتند، می سوزندن زنده زنده و همین حرف ها رو می زدند و با ضرب شمشیر و تفنگ و چیزهای دیگر مسیحیت رو گسترش میدادند، امروز پذیرفتند در زیر فشار دانشها و پیشرفت‌های دنیای نو و از صلح و آرامش و دوستی و همزیستی سخن میگویند، به ناچار و به هر روی امروز ساختار مسیحیت اساساً ساختار پذیرای همزیستی شده است، دنیای اسلام رو هم با این دنیای جدید هماهنگ کنند و بگویند که میتوان در کنار هم یک دیگر زندگی کرد، میتوان مسلمان و مسیحی بود و به جنگ یک دیگر بر نخواست، میتوان انسان از دین برگشته بود و در یک کشور اسلامی در امنیت زندگی کرد، هر روز بیم و هراس نداشت که کسی مانند آقای شریعتی یا فلان ملا و فلان آخوند فتوای قتل او رو بدهد. این نیاز جامعه ماست، نیاز جامعه اسلامی است. و تا هنگامی که بزرگان دین به خود نیایند، ما روی خوش در خاورمیانه نخواهیم دید. در سالهای پیش از انقلاب 57، مخالفان رژیم گذشته ایران یا منتقدان به رژیم گذشته ایران که یک طیفی رو تشکیل میدادند، از آدمهایی که در چارچوب قانون اساسی به رژیم پهلوی نقد میکردند، مانند جبهه ملی و گروه های از این دست، تا تندروترین جریان های چپ و مذهبی، یک رشته انتقادهای مشترکی در میان اونها وجود داشت یا نقدهای مشترکی در میان اونها وجود داشت. انگیزه من امروز بررسی دوران پهلوی نیست، میخواهم به نکته دیگری برسم. میگفتند فساد در ایران هست. خب بود، می گفتند این هزار فامیل یا کسانی که پیوند با دربار دارند می دزدند، چپاول می کنند، چیزهای از این دست. ایراد دیگر این بود که آزادی در ایران نیست، اجازه سخن گفتن داده نمی شود، روزنامه ها آزاد نیستند، احزاب آزاد نیستند و دستگاه امنیتی بر زندگی مردم چیره است و چیزهای از این دست. باز هم عناصر درست بسیاری در این نقد وجود می داشت، حالا گاه گزافه گویی بود ولی به هر روی واقعیت داشت. ما در ایران زندانی سیاسی داشتیم، نه صد هزاری که در خارج از کشور کنفدراسیون اعلام می کرد، 3000، 4000، 5000 مهم نیست، به هر روی داشت. شکنجه در ایران وجود می داشت. البته یکی از مسئولین شکنجه خاطره نوشته و گفته نه، ما جز مهر و دوستی با اینها رفتاری نمی کردیم، اینها دیگه افسانه است. گفته می شد که بخش بزرگی از درآمد نفتی ایران به کارهای جنگی یا کارهای خرید جنگ افزار اختصاص یافته و به بهبود زندگی مردم تا
توجه زیادی نشده. از این سخن گفته می شد که دولت و بوروکراسی بزرگ ایران مانند یک بختکی بر اقتصاد ایران چیره شده. گفته می شد که بخش خصوصی از نفوذ و چیرگی و دخالت دولتی در امان نیست و نمی تواند سر بلند کند. از این سخن گفته می شد که بازار دارای استقلال نیست و گروه های آمدن از جمله خود دولت بخش های سودمند یا سودده بازرگانی داخلی رو هم یا تجارت خارجی رو هم کنترل می کنند، اداره می کنند، مانند شیشه و آهن و چیزهای از این دست. از این سخن گفته می شد که هیچ توجهی به ساختن اقتصاد دراز مدت در ایران وجود ندارد. نفت همه چیز ایران است. با این نقدها در ایران انقلاب شد و حکومتی بر سر کار آمد که رهبر اون در پاریس زیر درخت سیب وعده می داد که قسط اسلامی رو در جامعه یا عدل اسلامی رو در جامعه گسترش خواهد داد و همه با هم در کنار یکدیگر زندگی خواهند کرد، خونی از دماغ کسی جاری نخواهد شد. می گفت حتی کمونیست ها هم در حکومت اسلامی آزاد خواهند بود. می گفت که برگاه و رایگان خواهد شد. البته اینها رو به عنوان شعار مطرح می کرد و چیزهای بسیاری از این دست. 38 سال از این وعده ها گذشته. نگاه کنیم در سال گذشته آمارها و آگاهی هایی که به ما داده شده چیست؟ در هیچ دوره ای از تاریخ 100 سال گذشته ایران فساد و تباهی تا این اندازه دامنگیر جامعه نشده بوده. در هیچ دوره ای از تاریخ پس از مشروطه در ایران فروپاشی ارزش های اخلاقی به آنجایی که امروز رسیده ایم نرسیده بوده. در هیچ دوره ای از تاریخ پس از مشروطه خودکامگی و تبهکاری سیاسی در ایران مانند 30 سال گذشته چیره نبوده. در هیچ دوره ای از تاریخ ایران پس از انقلاب مشروطه ما با اختناق سیاسی به گونه ای که امروز با آن روبرو هستیم روبرو نبوده ایم. در هیچ دوره ای از تاریخ ایران دستگاه دولتی چنین گسترده نبوده. شمار کارکنان دولت و ساختارهایی که از دولت پول میگیرند، از سپاه پاسداران گرفته تا جهاد و دستگاه ها و بنیادهای دیگر، این چنین توانا و گسترده و پرشماره نبوده در هیچ دوره از تاریخ ایران. و در هیچ دوره از تاریخ ایران ما با درآمد 120 میلیارد دلاری در سال برای دوران طولانی یا 90 تا 120 میلیارد دلاری روبرو نبوده ایم. چه روی داده در این 37 سال؟ اینک که در آغاز سال 2016 اصلی نگاه کنیم به این تاریخ، حکومتی که با نقد به حکومت گذشته بر پایه آنچه که اشاره کردم پا گرفت و ساخته شد. اختناق سیاسی در ایران بالاتر از هر زمان است. هیچ روزنامه‌ای در ایران آزاد نیست. اگر در گذشته در حوزه سیاست سازمان امنیت به زندگی سیاسی مردم دخالت می‌کرد، در زندگی خصوصی مردم کاری به کار اونها نداشت. کسی به عروسی و جشن و پایکوبی و زندگی شخصی افراد دخالت نمی‌کرد. اندازه آستین اونها رو در نظر نمی‌گرفت. حجاب بر سر زن فرو نمی‌کرد. در خیابان‌ها به دنبال این نمی‌گشتند که چه کسی سرخاب زیاد بر صورت مالیده. زندگی خصوصی مردم در تمام دوران پهلوی تا حدود زیادی آزاد بود. اصلا مشروطه یکی از دستاوردهاش آزادی های اجتماعی عمومی بود که مردم از اون برخوردار شدن. تا حدود زیادی آزادی های سیاسی آمد و رفت داشت، گاه بود و گاه نبود، گاه اندک بود و گاه زیاد و یا از هیچ کار زیاد، البته نه زیادتر، ولی روی هم رفته. باید گفت که ما با دورانهای دراز اندک بودن آزادی های سیاسی رو بروندیم، ولی در سیاه ترین دوران حکومت گذشته ایران آنچه که امروز در ایران میگذرد بهار آزادی به شما میامد. در سیاه ترین دوران بگیر و ببند
جامعه ایران ما با پدیده ماننده این روبرو نبودیم. من به عنوان کسی که پدرم سالها بارها دستگیر شده بود، بارها به زندان افتاده و سالیانی در زندان گذرانده و دوستان زیادی دارم که در زندانهای رژیم گذشته ایران به سر بردند، می توانم گواهی دهم که در سیاه‌ترین دورانهای بگیر و ببند رژیم گذشته ایران هرگز ما با چنین نوع تبهکاری سیاسی که امروز روبرو هستیم روبرو نبودیم. و از نقطه نظر فساد کدام دور از تاریخ ایران رو شما به یاد دارید که دکل رو می توانستند، دکل رو، یک دکل بارگیری رو بدوزدند، نه کشت، نه یک قایق، دکل، و از کشور خارج کنند و کسی نداند به کجا رفت. در کدام دوری تاریخ ایران ما سراغ داریم که افرادی مانند مرتضوی و ده ها نفر دیگر میلیاردها دلار از خزانه دولت بدزدند و با گستاخی تمام بنشینند و زندگی کنند و پاسخگوی هیچ کس نباشند؟ یک زمانی بود که آخوند در ایران عنوان یا مجتهدی بود که در قم یا نجف نشسته فتوا میدهد، دستورهایی میدهد و آدم های مانند مادر بزرگ بنده از اونها تقلید می کردند و دیگران مادر بزرگ های همه ما و روزخان هایی که دورگرد بودند و پیش نماز هایی که به مسجد ها می آمدند، یک احترامکی هم مردم برای اونها قائل بودند. نگاه کنید امروز دوست بازار روحانیون است. بر همه جایگاه های برجسته فرمان روایی در ایران آخوند نشسته و هر یک از اونها میلیاردها دلار بودجه در این سالها در اختیارشون بود. یک آخوند در سالهای گذشته یا یک روحانی حتی پژوهشگر در دورانهای گذشته اگر میخواست کتابی به چاپ برساند باید میرفت و درخواست میکرد و آخوندهای دیگر پولی به او میدادند و شاید هم در اینجا و اونجا دولت هزینه تعیین میکرد و کتابی رو در یکی دو هزار نسخه چاپ میکرد. حتی در مورد کسانی مانند آقا بزرگ تهرانی از پژوهشگران مسلمان برجسته یا علامه امینی، چیزهایی که به هر حال کارهایی که انجام میدادند. ولی امروز نگاه کنید در هر گوش و کناری در ایران چاپخانه ها کتابهای اسلامی با بودجه های کلان به چاپ میرساند و از چاپ کتابهای سودمند برای مردم جلوگیری میکند. این نتیجه انقلاب 57 بوده که ما امروز با وضعیتی روبرو باشیم که پس از نزدیک به 150 تا 200 میلیارد دلار هزینه برای غنی‌سازی هسته‌ای و ساختن، حالا میگویند جنگ افزار هسته‌ای، خودشون میگویند خیر، این همه هزینه و پنهانکاری شده و سرانجام با خفت و خاری و مظلومیت نمایی آمدند و تن در دادند به این پیمان. و جالب اینجاست که این حکومت شرم هم از این ندارد که راستی رو با مردم در میان بگذاره. درست در همون زمانی که کشتی حامل بخش‌های غنی شده هسته ایران ایران رو ترک می‌کرده، در تنگه هرمز تیری هم در می‌کنن در کنار، یا موشکی هم در می‌کنن در کنار کشتی‌های آمریکایی که به مردم بگویند نه این است که ما به راستی باختیم، نه این است که ما تسلیم غرب شدیم، ما اگر بخواهیم کشتی های آمریکایی رو هم میزنیم، تا قدس هم میرویم. خب کی میتوانند رهبران این کشور با مردم راستگو باشند و نخواهند بود و بگویند که نقدی رو که به حکومت گذشته ایران داشتند فریبی بیش نبوده و حکومتی رو که ایجاد کردند ده ها بار بیشتر از حکومت گذشته ایران در تبهکاری، فساد، در تجاوز به حقوق مردم، در جلوگیری از آزادی، در بستن راه گسترش اندیشه ها، در همه زمین ها ده ها برابر از رژیم گذشته ایران جلوتر بوده و بیشتر به این حریم ها تجاوز کرده. افزون بر این، اگر در گذشته آزادی های سیاسی محدود بود، امروز آزادی های
شخصی هم محدود است. زنان اجازه ورود به استادیوم های ورزشی رو ندارند. باید روسری یا چادر به سر بکنند که به خیابان بیایند. پلیس امنیت ناموسی در ایران وجود دارد و یک نفر اگر ایراد در این بود که به محمد رضا شاه انتقاد می کردند که حکومت فردی ایجاد کرده، امروز یک نفر نه تنها خودکامه است بلکه نماینده خداوند در زمین است. به داوری من، ما در سال 2016 در برابر رویدادهای ممکنی ایستاده ایم که چه بسا دگرگونی های اساسی رو در ایران آغاز بکنند. البته نه اینکه حتما، ولی به داوری من ایران آبستن حوادث بزرگی است. بحران اقتصادی، سیاسی، اخلاقی، اجتماعی ایران به مراتب دامنه دارتر و ژرف‌تر از دوران پیش از انتخابات 88 است. در آن دوران بیشتر گرفتاری جامعه در حوزه سیاسی بود. درآمد 120 میلیارد دلاری نفت و پولی که در میان مردم تقسیم می‌کردند بخش‌های محروم جامعه رو تا حدودی آرام نگه داشته بود. امروز درآمد ایران از نفت به جای 120 میلیارد دلار به کمتر از 33 تا 35 میلیارد دلار رسیده. از این هم پایین‌تر خواهد رفت. ایران یکی از منزوی‌ترین کشورهای جهان است. حتی عراق هم امروز ایران رو به بازی به آن اندازه‌ای که در گذشته می‌گرفت نمی‌گیرد. تمام نیروهای هوادار جمهوری اسلامی در سوریه و حزب الله در لبنان بسیار ناتوان شدند. ایران آبستن حوادث بسیار بزرگی است. ما دیر یا زود باید از این حکومت کنونی در ایران گذر کنیم. راهی هم جز این نیست. چگونگی این گذر بستگی به رفتار این حکومت دارد. امیدوارم که این گذر از راه‌های خشونت پرهیز روی بدهد. تجربه نشان داده که شاید دشوار باشد، ولی به هر روی پروژه سیاسی اسلامی در خاورمیانه شکست خورده. در بخش نخست برنامه گفتم که ما نیازمند یک رفرماسیون بنیادی در اندیشه های اسلامی، در فقه اسلامی هستیم. امروز با صراحت میتوانم بگویم در این بخش دوم برنامه که پروژه جمهوری اسلامی و آنچه که داعش در این یک سال گذشته انجام داد و القاعده در 15 سال گذشته، پروژه اسلامی ساختن دنیای خاورمیانه رو یا خاورمیانه رو با بحران اساسی روبرو کرده. هیچ یک از کشورهای خاورمیانه که کوشیدند و میکوشند با پروژه اسلامی کشور رو اداره کنند از جریان‌های تندروی پوزش می‌خوام از جریان‌های تندروی پاکستان تا طالبان در افغانستان، جمهوری اسلامی در ایران، داعش و دیگر جریان‌های دینی، جریان‌های اسلامی در خاورمیانه پروژه اداره جامعه از سوی اونها با بنبست و شکست روبرو شد. امیدوارم که از دل این شکست ما با یک جامعه سکولار، دموکراتیک، هوادار همزیستی همه کسانی که بر هر داوری و اندیشه‌ای هستند روبرو بشویم. امیدوارم که دگرگونی‌های بنیادی اروپا سرانجام به ایران، به سوریه، به عراق، به افغانستان، پاکستان و دیگر کشورهای خاورمیانه هم برسه. من بر این باور هستم و خوشبینم نسبت به این مسئله که در سال 2016 ما شاهد آغاز دگرگونی های بسیار مثبتی در خاورمیانه خواهیم بود، از جمله در ایران. تا هفته آینده، روز روزگار بر شما خوش باد و سال نیکی رو در پیش داشته باشید.